ازتون خواهش بکنیم برای این قسمت تبلت واقعا بچه ها رو از پای تلویزیون ببرید کنار، چون اوضاع قمر در عقربه. یعنی ما میخواییم این هفته به آزار جنسی و کلامی و لمسی و دستمالی کردن زنان تو خیابون کاری بس چندشاور، خشونت آمیز و دردناک بپردازیم، که حکومت البته کاری باش نداره ولی با دوربین زنا کار داره. آخوند و قاری متجاوز و اختلاستگر آزاد، ولی افشاگر زندان. همین هفته ریختن سر یه زن تو خیابون، بازداشتش کردن که چرا از یک روحانی مزاحم فیلم گرفتی. میدونید چرا ناراحتن که زنان دوربیناشون شده اسلحه های بدون خشونت و از آمران به معروف فیلم میگیرن؟ یه دلیل ساده داره، چون بسیاری از همین افراطی ها، همین روحانیونی که امر معروف میکنن و اون تندروهایی که میان به خانما تو خیابون گیر میدن، میدونن که اگه این دوربین ها قرار باشه افشا بکنه، دیگه موضوع فقط موضوع حجاب نیست، آبروی خودشون میره. چرا؟ چون یه عمر زیر سپر عبا و قبا و قانون واپسگرا زور گفتن، واسه ملت جانماز آب کشیدن، ولی چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. مسئله سفرتون اینجا مسافرین؟ صداتون نمیده کم بلند؟ اگه دوست داشته باشید در خدمتون باشید. مرسی آقا، تشکرم. آخ خجالت بکش. همین حاج آقا که حاج خانم و بچه ها رو منزل گذاشته و اومده تو خیابون که در خدمت خانم ها باشه، بعدش هم افتاده دنبال همین خانم که یا فیلم رو پاک میکنی یا به جرم بی‌حجابی تحویلت میدم، کاری که خیلی ها میکنن. یعنی حجاب برای این حضرات مثل ابزار فشاره، یا حال میدی به من یا حالتو میگیرم. اینهاش آقا با بی سیم افتاده دنبال این زن، میگه اول روسری تو درست کن، وقتی خانم میسته بعد بهش پیشنهاد بی‌شرمانه‌شو میده. خب الان خواهش چیه؟ از من چی میخوای باشی؟ خب من آخه حرفی ندارم با شما. شما گفتی میخوام ببینم رو سری سرت بوده اینا، اینا رو سری تو سر من اینا. خب هر حرفی داری همینجا بگو. میگن هر حرفی داری اینجا بگو. من میترسم نمیتونم بیام اونجا. به چه اطمینانی بلنشم بیام؟ نه بر چی شما رو من داشته باشی؟ مگه من بی سرپا هم که شما رو به هر کسی بده؟ خب پس دیگه چی؟ حالا مأمور بودی هر چی بودی؟ خب پس چیز اطلاعاتی من نداشتم که بخوایی؟ خب خواهش میکنم. بازم گیر دادی شماره تو میدی؟ چه مأمور اطلاعاتی هستی که تو شماره منو میخواد؟ حالا فهمیدید چرا به زنان ایرانی میگن یه وقت فیلم نگیرید برای اون مسیح متخاصم بفرستید؟ وای! برای اینکه 40 سال ما تو تلویزیون و رسانه‌های رسمی هیچ وقت نشنیدیم، ندیدیم که این حضرات یه بار بیان بگن ما اشتباه کردیم. همش تقصیر زنانه که سرمون اینطوری در ملأ عام داد میزنن. ما شهید دادیم. یعنی چقدر داد زدن، خون شهدا رو زدن تو سر ما، ولی چون به خلوت میروند حاضرن سرشون بره، عبا عمامه‌شون بره، تا فقط یه زن سوار ماشین بشه. شما خوندی؟ آره. خجالت نمیکشی که؟ دوربین نبود هیچکی باورش نمیشد که بخشی از روحانیونی که یه اون بالا منبر ما رو به اسلام مسلمین دعوت کردن، تو خیابون ما رو به جای خلوت دعوت میکنن. اولین روحانی لباس مقدس تنش بود به خانم گفت در خدمتت باشم. دومین روحانی لباس روحانیت رو گذاشت رو صندلی بغلی، ولی باز یه خانم با دوربین مچش گرفت. و سومین روحانی دیگه زرنگ شد، کلن لباس روحانیت رو گذاشت صندوق عقب در قالب مسافرکش. یک خانمی رو سوار کرد و بعدش هم از جایگاه قدرت، اینکه من روحانیم و هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، پیشنهاد بی‌شرمانه‌اش رو مطرح میکنه. بله؟ حالا حال ندادی؟ والا نمیدونم. جدی میگم، واقعا نیاز دارم به خودم. اگه نیاز نداشتم نمیدونم. این واقعا اذیتم. واقعا. خب میتونی نیازتون رو با فیلم دیدن برطرف کنی. فیلم؟ چی فیلم؟ من حاضر و ناظری. میتونی با حرف زدن تو 2 دقیقه یه حال به من بدی. شماره کارت داری؟ آبرمان داری؟ من بله. آبرمان که تم بهم بده. بچه چیکار دارم؟ چیکار داریم؟ نه والا من زحمت کنم جبران بکنم. نه ما اهل این کارا نیستیم. شما نیست اهل این کارا باشیم. من میدونم نیستیم. نه از این کاران پول در نمیاریم. من میدونم. تو چیکار داریم؟ من میخوام همین چیکار داریم این کارا؟ من نمیخوام.
فهم میشه یه ذره تندتر برید؟ من خیلی دیرم شده، اگه نمیدونید من همینجا وسط اتوبان پیاده شدم با یه چیزی برم بالاخره. همونجا که نشستم رو وسط بشین ببینم. نه نمیتونم بشین وسط بشین ببینم. نه شرمنده. چجوری به خودم چیز کنم؟ حالا نمیدونم. من این کار خب میدونم نیستی، تو کاری نمیخوا بکنی که تو وسط نشستی. اگه میخوا کاری کنی کاری نمیخوا بکنی. نه گفتین کدوم حوزه علمیه ای؟ نوشه. آها نوشه. این گفتگوهایی که بین این طلبه و این زن رد و بدل شد برای بسیاری از زنان ایرانی آشناست و برای همینه که نمیخوان دوربین ها افشا بکنه. من توی این برنامه نمیخوام بگم که فقط در قشر مذهبی و یا روحانیت و یا افراد بسیجی و سپاهی هستن کسانی که زنان رو مورد آزار جنسی و کلامی قرار میدن. نه خیر، در تمام دنیا از همه اقشار هستن کسانی که زنان رو مورد تعرض جنسی و کلامی قرار میدن، ولی فقط توی کشورهای دیکتاتوریه که قانون واپسگرا از زنی که مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی قرار میگیره دفاع نمیکنه که هیچ، بلکه اون زن رو مقصر هم میدونه. ازش نمیخوایم دفاع بکنی، ولی تو سرش هم نزن و بهش نگو که چرا درست نپوشیدی خودت رو که مورد تعرض قرار نگیری. درخت از خود کرمه، کرم از خود درخته. ایناش ایشون فعال فرهنگی در تسنیم نیوز، یک خبرگزاری وابسته به سپاه، تحلیل هم نوشته در مورد همین که کرم از خود درخته. نوشته اگر زنی حجابش رو رعایت نکنه، مرد حق داره بهش تجاوز کنه. و بعد همین تبلیغ تبدیل میشه به باور عمومی از بس تکرارش میکنن و سرتاپای جامعه رو بیمار میکنه که خیلیا به جای اینکه از دختر مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته دفاع کنن، پشتش خالی میکنن. فرض کنید دوتا مرد هستید، توی تاکسی یک زنی مورد آزار جنسی قرار گرفته و با صدای بلندم اعتراض میکنه. شما چیکار میکنید؟ میگید آبرو خودت میره سر صدا نکن، یا اینکه لام تا کام حرف نمیزنی؟ خجالت نمیکشی آقا؟ چرا؟ خجالت نمیکشی؟ واسه چی؟ آقا یا من پیاده میشم یا این آقا پیاده میشه. چرا آخه؟ فیلمت هم گرفتم، از وقتی که اینجا نشستی دست تو خشتکته. خجالت بکش. تو رسننه. خب چی شو؟ آقا من اینجا از وقتی که نشستم داره خودشو خودم بابا. چی کار دارم میکنم خودمو؟ چی هست دارم خودمو؟ آقا من پیاده میشم. من پیاده شو بابا. مرتیکه حیوان. به جای اینکه آزارگر جنسی رو بندازن بیرون، بگن تو که میگی فیلم گرفتم چی بود، بذار ما ازت دفاع بکنیم، سکوت مطلق دختره رو انداختن بیرون. به همین راحتی همه دست به دست هم دختره بره بیرون. چرا؟ چون تقصیر خودته. یعنی اگر فیلمم نبود تازه خیلی ها باور میکردن که دختره حتما داره شلوغ میکنه، سر صدا میکنه، کلی بازی در میاره، هوچیگری میکنه، یا حتما دختره حجابش یه طوری بوده که آقایی طوری شده. این استدلال ها رو کیا کردن تو کله ما؟ از اون روحانی بالا منبر گرفته که به زنان معترض به حجاب اجباری میگه فاحشه، تا صدا و سیما که دختران رو شستشوی مغزی میکنه میاره تو برنامه تا به میلیون ها زن و دختر جوان یاد بدن که اگر بهتون تعرض جنسی شده حتما تقصیر خودتونه. نتیجهش چی میشه؟ میشه اینکه پیر و جوان، پدر و حتی کسایی که سن پدر بزرگمون هستن میان تو خیابون، زن که میبینن فکر میکنن زن فقط یه کاربرد داره، اونم برای رفع نیازهای جنسیشون. نه ای بابا دستمو ول کن. همینجا وایسا من پیاده میشم. وایسا من همینجا پیاده میشم. باشه خودت راحت باش. کثافت وایسا بابا. چند نفر از ما زنان اینطوری مورد تعرض قرار گرفتیم؟ تو تاکسی، تو اتوبوس، صدامون هم کسی نشنید. چند بار تو خیابون برخی از آقایون آلت به دست دنبالمون راه افتادن و ما ته دلمون خالی شد، چندشمون شد، ترسیدیم و فرار کردیم. حالا زنان وقتی میبینن نه قانون حامیشونه، نه صدا و سیما حامیشونه، نه مسئولان، نه رسانه‌های داخلی، خودشون آستین بالا زدن و به جای قربانی بودن شجاعانه دوربینشون رو روشن میکنن تا اونی که آزارگره، اونی که متجاوزه بترسه و فرار کنه. صافت. این فیلمو میگیرم واسه مسیح علی نژاد. وایسا صورتتو بگیرم، فیلمتو پخش میکنم. مرتی که بیا برو صورتت افتاد تو فیلم. مسیح جان ما اومدیم 2 دقیقه توی پارک بشینیم، اینجا اصفهانه. یه آقایی ما هر جا میریم مزاحممون میشه.
آره الان تا دیدی دارم فیلم میگیرم ترسیدی. آره وایسا نگاه کن، اگه جرئت داری نگاه کن. عوضی